با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان دفتر برنامه خبری تحلیلی امشب را نیز میگوشه این با برنامه شامگاهی صفحه یک که در قیاب روزنامه های امروز جمعه جستاری خواهد داشت بر تازه های از ایران منطقه و جهان در عرصه رسانه های سایبری و کاوش و گذاری خواهیم داشت بر شهر شبکه ها به روال معمول همه شب نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب جمعه دهم ماه مهر ایرانی فروکش کردن تنش ها میان عربستان و ایران با توافق دو مقام بهداشتی این دو کشور برای تبادل جنازه ها و اما در سوی دیگر بروز تنش تازه میان بحرین و ایران با اخراج کاردار جمهوری اسلامی ایران در این کشور و احضار سفیر بحرین از تهران قتل عام مرگبار دانشجویان کالج آمریکایی با بیش از ده کشته و ده تن مجروح همچنان واکنش ها به پس لرزه های دست دادن ظریف و اوباما در برخی از نشریات اینترنتی ایران و بالاخره پیچیدگی بحران سوریه به فاز تازه در پی اعزام سربازان پیاده نظام جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از بشار در کنار نیروهای روسی اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه دهم مهرماه مهر ماه ایران برابر با دوم اکتبر سال 2015 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید. همینک بردامه را با مروری بر چند رویداد کوتاه خبری پی میگیریم بحران سوریه حملات هوایی روسیه و در تازه ترین گزارش های منتشر اعزام نخستین گروه سربازان ایرانی به این کشور جنگ زده بر صدر رسانه های داخلی و خارجی جای داشت رویترز به نقل از منابع آگاه در بیروت خبر داد که صدها سرباز ایرانی برای شرکت در این حمله زمینی از ده روز پیش با سلاح و تجهیزات نظامی وارد سوریه شدهاند و روند ورود سربازان ایرانی به سوریه طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت از سوی دیگر همین منابع میافزایند که نیروهای حزب الله لبنان که از مدت‌ها قبل در سوریه همپای ارتش بشار اسد علیه مخالفین و مبارزین میجنگند در این حمله زمینی شرکت خواهند داشت بر اساس گزارش های منتشر در بیشتر وبسایت های رسانه ای قوای نظامی جیش که در برگیرنده شاخه القاعده در سوریه هست در سال جاری میلادی شهرهای ادلب و جسر شغور را از کنترل قوای رژیم دمشق خارج کرد و شکست های سنگینی به نیروهای اسد تحمیل نمود منابع حکومتی در سوریه گفتند که پشتیبانی نظامی مسکو از رژیم دمشق تغییرات بزرگی را در جنگ داخلی سوریه پدید می آورد. در این راستا و در پی انتشار گزارش‌های ضد و نقیز مبنی بر اعزام نیروهای پیاده نظام جمهوری اسلامی برای شرکت در عملیات احتمالی زمینی در سوریه، ایالات متحده آمریکا واکنش نشان داد. سخنگوی کاخ سفید گفت که نمی‌تواند گزارش های مربوط به حضور نظامیان ایرانی در سوریه برای انجام عملیات زمینی را تایید کند ولی چون این تحولی یک نمونه مهم و قابل اشاره از تأثیر اقدام نظامی روسیه است که باعث بدتر شدن اوضاع خواهد شد جاش ارنست دیروز پنجشنبه نهم مهرما به خبرنگاران گفت که دخالت روسیه در بحران سوریه موجب بازنگری گسترده در استراتژی آمریکا درباره سوریه نشده است به گزارش خبرگزاری رویترز ایشان تصریح کرد که روسیه هزینه ی حملات هواییش را رو در سوریه پرداخت خواهد کرد مقام های جمهوری اسلامی ایران البته هنوز به خبر مداخلهشان به لحاظ زمینی در سوریه واکنش مشخصی نشان ندادند و اما در سوی دیگر ماجرا در تازه ترین مصاحبه ریاض حداد سفیر سوریه در روسیه اطلاعات تازه تری از فرایند نبردهای روسی در سرزمین سوریه منتشر کرد ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو گفت که کمک روسیه به حکومت بشار اسد و حملات هوایی ارتش آن کشور با هدف از میان بردن همه گروه های شورشی انجام می شود. این گفته ها پس از آن است که روسیه اعلام کرد هدف حملات هواییش در سوریه که به تازگی آغاز شد شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش هستند. اما این موضوع در همان ساعات اولیه پس از انجام حملات با شک و تردیدهایی نیز از سوی کشورهای غربی روبرو شد گروهی از ناظران اوضاع سوریه مقامهای آمریکایی و همینطور پیمان آتلانتیک شمالی احتمال انجام حملات به گروه های مخالف اسد رو غیر از نیروهای حکومت اسلامی رو نیز مطرح کردند. ریاض حداد پنجشنبه نهم مهرما در مصاحبه با شبکه خبری سی گفت که روس ها نه تنها برای نابودی داعش در کنار سوری ها می جنگند بلکه هدف نابودی همه گروه های شورشی است. ایشان افزود همه گروه های شورشی از جمله داعش یک هدف دارند و آن گسترش تروریسم است. و اما در رابطه با همین موضوع که ایشان گفت همه گروههای واکنشی در واکنشی تازه و تا حدودی غیر مترقبه از وزارت خارجه روسیه گزارش شد که روسیه ارتش آزاد سوریه را گروه تروریستی نمیداند و از آنان به عنوان بخشی از راه حل گزاره سیاسی یاد کرد سرگئی لاواروف وزیر خارجه روسیه میگوید که نیروهای نظامی این کشور در سوریه تنها با گروه موسوم به دولت اسلامی درگیر نیستند و همه گروه های تروریستی را هدف می گیرند. آقای لاواروف در عین حال تأکید کرد که این کشور نیروهای ارتش آزاد سوریه را تروریستی نمیداند و نمیخواند و این گروه باید بخشی از راه حل سیاسی بحران سوریه باشد. که این اظهار موضع روسیه در دفاع از یکی از سرسختترین گروه های نظامی سیاسی مخالفان اسد نشان از تغییر فرایند نبردها و احتمالا تغییر معادله قدرت در گذار از اسد خواهد داشت. ادامه می دهیم مرور خبرها را از سوریه به بحرین می رویم با خبرهایی از مداخله پنهانی جمهوری اسلامی در راستای گسترش حوزه حلال شیعی با کشف کارخانه بمبسازی نیروهای قدس سپاه پاسداران وابسته به شاخه عملیات نظامی برونمرزی بیت رهبری ایران وزارت کشور بحرین که روز چهارشنبه از کشف یک کارگاه بزرگ ساخت تولید بمب در جنوب پایتخت این کشور و دستگیری تعدادی مزنون مرتبط با نیروی قدس سپاه خبر داده بود در تازه ترین واکنش ها بر جزئیات این خبر افزود به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت کشور بحرین روز چهارشنبه هشتم مهر اعلام کرد که این کارگاه ساخت بمب در روستای نویدرات واقع در جنوب منامه پایتخت این کشور واقع بوده است این وزارتخانه همچنین از کشف نیم تن مواد منفجره پرقدرت در این کارگاه خبر داد طارق الحسن رئیس پلیس بحرین نیز مسئولیت این کارگاه را متوجه جمهوری اسلامی ایران دانسته است آقای طارق حسن در ادامه اظهارات خود گفت این کشف قابل توجه یک بار دیگر نشان می دهد که ایران چگونه با دخالت مداوم امنیت و ثبات بحرین و منطقه گسترده تر را برهم می زند و در تازه ترین خبرهای دریافتی گزارش می شود که یک روز پس از انتشار گزارش وزارت کشور بحرین در مورد کشف یک, گا... کارگاه ساخت بمب در نزدیکی پای تخت این کشور و دستگیری چند مزنون به همکاری با نیروی قدس سپا در این ارتباط منامه سفیر خود را از تهران فراخان خبرگزاری رویترز شامگاه پنجشنبه دیروز نهم ماه مهر در گزارشی به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین نوشت که دولت این کشور علاوه بر فراخواندن سفیر خود از تهران کاردار ایران در منامه را عنصر نامطلوب خواند و به او 72 ساعت فرصت داد که خاک این کشور را ترک کند خبرها را از مرز کشورهای منطقه ای در خاور میانه به فرامرز ها میبریم با تازه ترین اخبار کشدار دانشجویان در ایالت نیورگان آمریکا که از ساعت آغازین صبح امروز بر صدر رسانه های معتبر جهان جای گرفت. و بار دیگر بازار داغ نزاع دو طیف آمریکا برای مهار آزاد اسلحه در این کشور را داغتر کرد گزارش ها کیست که در تیراندازی یک مرد مسلح در کالجی در شهر روزبرگ در ایالت اورگان در غرب آمریکا در روز پنجشنبه اول ماه اکتبر دست کم ده تن کشته و 20 تن زخمی شدند به گزارش شبکه تلویزیونی CNN پلیس فرد مهاجم را کریس هاربر مورس 26 ساله معرفی کرده است این در حالی است که پیشتر دادستان ایالت اورگان گفته بود فرد مسلح جوانی 20 ساله بود که در این حمله کشته شد همچنین به گزارش سایر خبرگزاری ها از جمله اسوشیت پرس، رویترز و سی این این رئیس پلیس منطقه داگلاس کانتی نیز گفته این فرد مسلح در درگیری با نیروهای پلیس کشته شد. مقام های محلی میگویند پس از تیراندازی در این کالج دانشجویان به وسیله اتوبوس از این دانشگاه به محل دیگری منتقل شده اند. مقام های مسئول هنوز درباره انگیزه ی فرد زارب به ابراز نظر نپرداختند و علل تروریستی حادثه را تا حدودی رد کرده بودند. همینک و در ادامه برنامه امشب گذاری خواهیم داشت بر کرانه های شهر شبکه ها که حاوی تحلیل های کوتاه و نکته های فراوانی بود از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه این روزها مغضوب محافظه‌کاران نزدیک به طیف رهبری ایران و البته محبوب برخی از جوانان ایرانی و ماجره های دست دادنش با باراک اوباما در گردش و بازنشر بیشماری داشته است از جمله صفحه اینستاگرام روزنامه اینترنتی انصاف پاسخ ظریف را میخواندیم که به دفاع از خیش برخواست با این عبارت که قرآن به موسا میگوید با فرعون گفتگو کن در رابطه با این مطلب اینترنتی این گونه میخواندیم که دکتر پزشکیان وزیر دولت اصلاحات و نماینده مجلس درباره روبرو شدن ظریف و اوباما در سازمان ملل و دست دادن آنها با هم و ادعای برخی افراد مبنی بر اینکه میگویند این حرکت جزو خطوط قرمز بوده است به نشریه اینترنتی و پایگاه اینترنتی جمهوریت گفت دیپلماسی اصول خود را دارد و نمیتوان با دعوا اصول دیپلماسی را پیش برد در قرآن به موسا دستور داده می شود که به نزد فرعون برو چرا که او تقیان کرده است و در شرایط امروز آمریکا همان فرعون است در قرآن به موسا میگویند چون به نزد فرعون رفتی با او ملایمت کن با وجود اینکه پیش از آن تأکید می کند که وی تقیان کرده اما باز هم زبان گفتگو را به موسا تأکید می کند ما یا از اساس نباید در این مجامع شرکت کنیم یا زمانی که شرکت کردیم باید چهارچوب های را نیز در نظر بگیریم و اما در سوی دیگر در شبکه اجتماعی تلگرام که بسیار در ایران و میان جوانان پرکاربرد هست مربوط به صفحه اینستاین ساف در خصوص تهاجم روزنامه وطن امروز به محمد جواد ظریف وزیر خارجه در مطلبی به عنوان در حسرت در حسرت پاسخ به نامه اوباما در واقع اشاره می کرد که دولت احمدی نژاد حتی یک جوابی هم از اوباما نگرفت می که در وطن امروز روزنامه مهرداد بعض پاش عضو دولت سابق در پی دست دادن زریف با باراک اوباما با تیتر هپروتی دلواپسی خود را نشان داد. جملات و عباراتی همچون اینقدر قطنامه بدهید تا قطنامه نامدانتان پاره شود و 2000 تا نامه بدهید از جمله اظهارات احمدی نجاد بود و پس از روی کار آمدن دولت جدید حامیان و اعضای آن دولت از توقف روند صدور های تحریم و همچنین از توافق ویان برای لغو هایی که در دولت احمدی نجاد به کشور تحمیل شده بود ابراز نارضایتی کردند به زمره گردانندگان این پایگاه اینترنتی موزه این جریان در مخالفت با دیپلماسی فعال روحانی برخلاف آن دوره که صدور قطنامه ها را بی تأثیر می خواندند و از صدور بیشتر آنها نیز استقبال می کردند، حالا از این موضع است که چرا تحریم ها زودتر متوقف و لغو نمی شوند؟ به نظر می رسد واکنش های جریانی که بنابر پایگاه خبری اینستا انصاف که به دلواپسان مشهور هستند حل شدن مسئله ای در زمان روحانی است در دولت احمدی نژاد او چند بار بر خلاف شعارهای افراطی ضد آمریکاییش نامه‌هایی را خطاب به باراک اوباما نوشت اما حتی یک بار هم پاسخی نگرفت خبرها را و گزاره های خبری منتشره در رسانه های سایبری را کماکان از پهنه ایران پی میگیریم با دو رویداد از استانها و مناطق تشدید خشونت اجتماعی در لایه های جامعه خاصه در حوزه ادارات و نهادهای دولتی هر روز افزایش می‌یابد. در این راستا شلیک به رئیس بیمارستان بهبهان هنوز بر صدر خبرها بود که امروز گزارش شد معاون آموزش و پرورش در شهرستان کوچکی به نام فریدون کنار مازندران مورد اصابت چاقوی یکی از همکاران خود قرار گرفت بر اساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا معاون اداری مالی اداره آموزش و پرورش شهرستان فریدون کنار در غرب استان مازندران در مسیر رفتن به اداره مورد سایق قصد یکی از همکارانش قرار گرفت منابع مردمی به خبرنگار ایرنا گفتن که سلیمان قمبر از سوی یکی از همکارانش که به صدور حکم جابجاییش معترض بود با چاقو مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد فرماندار فریدون کنار در تماس تلفنی ایرنا حمله به معاون آموزش و پرورش این شهرستان و جراحت شدید این مدیر فرهنگی را تایید کرد. و اما موج ماجراهای فساد و کلاهبرداری در نظام جمهوری اسلامی این بار با کلاهبرداری 18 میلیارد تومانی دیگر در بازار ارز رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمای سکه و صرافان استان تهران از کلاهبرداری 18 میلیارد تومانی در بازار ارز خبر داد و گفت از آنجا که زوایای این کلاهبرداری در حال رصد است این امکان وجود دارد که رقم آن نیز تغییر کند عباس مسعودی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری داخلی ایرنا با بیان اینکه این, این کلاهبرداری در راستای انجام معاملات کاغذی که در هفته های اخیر در بازار شایع شده انجام شده است اشاره کرد که هر چند افراد دخیل در این کلاهبرداری تا کنون دستگیر شده اند اما فرد اصلی تحت پیگرد قانونی است این مقام با اشاره به توزیع نابسامان ارز در بازار اظهار کرد تغییرات 100 تومانی نرخ دلار سبب شده تا برخی از فعالان اقتصادی متضرر شوند زیرا گاهی دلاری که با نرخ 3500 تومان خریداری شده به یک باره به 3450 تومان کاهش می‌یابد و در نتیجه فعالان متضرر می‌شوند رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمایی سکه و صرافان تهران گفت همین امر سبب شد تا معاملات کاغذی در پاساژ افشار راه اندازی شود و حجم بسیار زیادی از معاملات تنها بر روی کاغذ انجام می‌شد و از آنجا که این معاملات همانند بورس جایگاه قانونی نداشت این مشکلات ایجاد شد و در وقت باقی مانده از برنامه صفحه یک با دو خبر سایبری از شهر شبکه ها که باز جمعی از فعالین مجازی مورد حجوم سربازان سایبری نظام فاقه ها در ایران قرار گرفتند دستگیری 19 فعال مجازی در شهر زا. فرمانده نیروی انتظامی شهرزا در استان اصفهان اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون یعنی حدود 6 ماه 19 نفر در این شهرستان در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری مهر پلیس فتای شهرزا با رصد مداوم فضای مجازی فعالیت های نفراد را تحت نظر گرفت و سپس اقدام به دستگیری آنها کرده است. تابستان امسال دو وبنگار و فعال اینترنتی دیگر نیز به نام های آرش زاد و محسن صادقینیا دستگیر شده بودند آرش زاد مدیر و مجموعه زیگزاگ لب و مؤسسه پروژه کفش دوزک است محسن صادقینیا نیز در وبلاگ خود با نام چشمان باز نوشته هایی درباره نقض حقوق بشر در ایران و انتقاد از اعدام های خیابانی منتشر می کرد همه اینها در حالی است که آیت الله ای در دیدار با روحانی رئیس جمهور ایران و اعضای شورای عالی فضای مجازی خواستاران شد تا با سیاست گذاری صحیح به زمین وی و اقدامات هماهنگ از استعداد جوانان کشور برای تولید محتوای اسلامی استفاده کند که این میزان فشار علیه کنشگران عرصه سایبری ناشی از فرمان فقهی آیت الله خامنی هم میتواند باشد و باز هم محدودیت برای ساکنان کوی سایبری و شهر شبکه ها این بار برای کارکنان دولتی و سایر ایرانیان با شخصیت حقوقی مبنی بر اینکه عضویت افراد با عناوین حقوقی در شبکه های اجتماعی ممنوع است به گزارش ایرنا مدیر کل حراست وزارت کشور گفت عضویت افراد با عناوین حقوقی در شبکه های اجتماعی ممنوع است ابراهیم شوشتری دیروز پنجشنبه در دومین روز نخستین همایش منطقه آموزشی توجیهی اعضای ستاد انتخابات در شهر کرد اظهار داشت مشاهده شد در برخی شبکه های اجتماعی بعضی مسئولان سیاسی مانند فرمانداران، بخشداران و مدیران کل به عنوان حقوقی خود فعالیت دارند که این موضوع ممنوع است. این مقام امنیتی حراستی در ساختار وزارت کشور در ادامه اظهارات خود تأکید کرد که مسئولان سیاسی به ویژه فرمانداران، بخشداران و مدیران کل به هیچ وجه نباید با نام حقوقی خود در شبکه های مجازی فعالیت داشته باشند. شوشتری افزود که رد و بدل کردن اسناد کاری و اداری از طریق شبکه های اجتماعی ممنوع است. ایشان تصریح می کرد انتقال اسناد و موارد مربوط به انتخابات هم از طریق شبکه های مجازی ممنوع است که گویا همه این اظهارات برای اعمال فشار در آستانه انتخابات پیش روی می باشد. و با این خبر از جهان بیمرز مجازی وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد. ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر که بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد این جانب از محضر شما خوبان خداحافظی می کنم تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود